زندگی شخصی هومر هم مثل اکثر آدمای ایرانی پستی و بلندی‌های زیادی داشته. با این حال این روزها تقریبا غیر ممکنه که ایرانی باشیم و برای یه بار هم که شده صدای این بانو به گوشمون نخورده باشه. اما فرایند خواننده شدن اون به این سادگی‌ها هم نبوده. در واقع پدر هومیرا مهمترین فردی بود که باعث شد زندگی اون به شکل عجیبی تغییر کنه. در این ویدیو به این موضوع می‌پردازیم. قبل از ادامه اگه به ویدیوهای ما علاقه‌مندید از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. پروانه امیرافشاری در سال 1323 خورشیدی توی شهر تهران به دنیا آمد. اون از خانواده بانفوذ و سرشناس امیرافشاری که اصالتی آذری دارند. پدرش از زمیندارای بزرگ آذربایجان و ملک 150 قریه و روستا توی منطقه شمال غرب ایران بود. از همون دوران کودکی هومیرا خونه اونها به افتخار افراد بانفوذ حکومتی شاهد مراسم بزرگ با حضور هنرمندان نامی اون زمان مانند روح‌انگیز، بنان، ملوک زرابی و بسیاری دیگه بود که همین انگیزه اولیه دختر خانواده برای روی آوردن به آواز شد. مدتی قبل اون توی مصاحبه رازهای زندگی شخصی خودش رو بیان کرده و گفته بود که توی دوران کودکی من خوانندگان مشهور و بزرگی مثل قمرالملوک وزیری، روح انگیز، بنان و ملوک زرابی به خونه پدری ما رفت آمد داشتن. ظاهراً همین انگیزه ای شد که برم دنبال خوانندگی. من بارها از این واقعیت سخن گفتم که پدرم مخالف خوانندگی من بود. همونطور که هومیرا میگه از همون زمان کودکی شاهد رفت آمد هنرمندای زیادی توی خونهشون بوده. در نتیجه هومیرا که خودش گرایش ذاتی به هنر موسیقی رو داشت تحت تاثیر خواننده ها و نوازندگانی که در خونهشون رفت آمد داشتن قرار گرفت و انگیزه برای شروع این کار رو پیدا کرد. البته که اون فعالیت‌هاشو در زمینه یادگیری موسیقی رو به صورت پنهانی شروع کرد. هومیرا در ادامه میگه پدرم بعد از اون که فهمید من خواننده شدم تا زمان حیاتشون اجازه دیدارشون رو به من ندادن. حتی زمانی که روزهای آخر عمرشون بود و میخواستم بیام ببینمشون هم اجازه ای ندادن. متاسفانه از طرف ایشون و خانواده طرد شدم. این طرد هنوز هم ادامه داشت. ایشون هیچ وقت منو نبخشیدن. پدرم عاشق موسیقی بود، منتها دوست داشت فقط کار دیگران رو بشنوه. ولی اینکه دخترش کار موسیقی بکنه نه، میگفت تو نباید این کار رو بکنی، تو باید بشینی تا دیگرون برات بخونن. شخصیتش همون پدرسالار معروف ایرانی‌های اون زمان بود. اگرچه دوست ندارم این حرف رو بزنم ولی مسئله مذهبی مطرح نبود. البته ایشون متدین بودن ولی مذهبی به اون معنای متعصب نبودن. میگفتن در شأنشون نیست که دخترش مطرب باشه. چون پدرم یکی از مالکان بزرگ ایران بود، حدود 2 سال مخفیانه دنبال آموزش موسیقی بودم. چون من عاشق موسیقی بودم به همین خاطر عشق و علاقه از همه چیزم گذشتم. باور کنید من همه زندگیمو از دست دادم. چون من توی زندگی دنبال پول نبودم، تنها آرزوی ایدئالم این بود که خواننده بشم. قسمتم بود. همه اینها رو من نتیجه سرنوشت و قسمت میدونم. حتی اگه دانشمندترین آدمای دنیا هم بگن قسمت وجود نداره من باور نمیکنم. این شهرت و موفقیت خوانندگی بود که دنبال من میدوید، من نبودم. اساتید قبولم میکردن، همشون اصرار میکردن که این کار رو ادامه بدم. ازش پرسیده میشه چی شد اسم هومیرا رو به جای پروانه انتخاب کردید، اصلا این اسم از کجا اومده؟ اون جواب میده خودم اسم هومیرا رو انتخاب کردم، توی رادیو چندین اسم پیشنهاد کردن که نپسندیدم. یکی از خویشاوندانمون اسمش هومیرا بود، این اسم رو خیلی دوست داشتم، بعد که مطرح کردم همه پسندیدن و گفتن خوبه، تکه. البته حالا دیگه زیاد شده. من اون زمان 16 سال بیشتر نداشتم که تحت تعلیم آقای تجویدی قرار گرفتم، ولی 19 سالم بود که رفتم رادیو. من خیلی زود ازدواج کردم، شوهرم 19 سالش بود، همسرم پسر یکی از تجار بزرگ ایران بود. آدمای خیلی خوبی بودن. با اون که بازرگان بودن توی بازار و همونجا هم مسجد داشتن، اما نسبت به موسیقی و خوانندگی ایرادی نداشتن. مخصوصا مادر شوهرم که بی نهایت عاشق موسیقی بود و همیشه هم منو تشویق میکرد. چون ما وقتی به هم شروع کردیم به زندگی هر دو بچه بودیم، دلیلی هم نداشت بدش بیاد. شایدم دوست داشت که من بخونم. 6 سال زندگی کردیم. پدر و مادر همسرم رفتن اروپا، ما دوتا رو تنها گذاشتن اینجا. ما هم دیگه نتونستیم با هم زندگی کنیم، چون من همیشه تحت کنترل مادر شوهرم زندگی میکردم. از بس دوستش داشتم، اونها که رفتن ما تنها موندیم. وقتی اون رفت پسرش، یا بهتر بگم همسرم، به اصطلاح هوایی شد.
اولین کارم ترانه صبرم عطا کن ساخته استاد تجویدی بود. همین آهنگ بود که سرنوشت منو به کلی تغییر داد. من بیشتر با اون کار میکردم. بعدها یکی دوتا ترانه از معینی کرمانشاهی خوندم. یکی دوتا هم از رهی معیری و بعد با هما میرافشار کار کردم. زندگی با پرویز یاحقی بهترین دوران زندگیم بود. اون زمان حدود 24 سالم بود. 6 سالم با اون زندگی کردم و خیلی از اون هنر آموختم. آشنایی و ازدواج با پرویز یاحقی هم قسمت و هم سرنوشت بود. ماجراش خیلی طولانیه. توی این فرصت کم نمی گنجه. توی کتابم نوشتم. این که میگم سرنوشت بود دلیلش اینه که اصلا باورم نمیشه. از محالات بود چون هر دومون هنرمند بودیم. همدیگر رو خیلی خوب میفهمیدیم و این به هیچ وجه سخت نبود. مردی بود خیلی مبادی آداب، خیلی هنرمند و خیلی خوب. ولی خب متاسفانه چیزهایی پیش اومد و زندگیمون ادامه پیدا نکرد. باز هم انگار سرنوشت و قسمت. روزگار کارایی میکنه که آدم توی زندگی هاج و واج میمونه. خیلی عجیب بود. حتی ازدواج سومم هم هنرمند نبود، بازرگان بود. توی اون وضعیت بحرانی غریب انقلاب که خیلی اذیت و آزار میدیدم، مجبور شدم با ایشون ازدواج کنم تا بتونم توی ایران زندگی کنم. همونه که میگن زن ایرانی بیچاره است و باید سایه مردی بالا سرش باشه. البته آدم خیلی خوبی بود، نه که بخوام بگم بد بود. صاحب فروشگاه معروف کروات مسعود نیا کروات وارد میکرد. من دوتا دختر دارم، یکی ثمره ازدواج اولمه و دیگری ازدواج سوممه. اوایل روزهای انقلاب اتفاقای عجیبی میافتاد. من رو از صبح می آوردن زندان اوین و شب برم میگردوندن. واقعیتو بگم اینجاها دادگاه نیست که من بخوام خودم رو تبرئه کنم. البته در برابر مادران و کسایی که توی این سالها این همه بدبختی و بیچارگی کشیدن و اون همه خون جوانای وطن و مشکلاتی که برای همه پیش اومده، اصلا خجالت میکشم از ناراحتی‌های خودم بگم. اما من واقعا نه شب داشتم نه روز، نه زندگی داشتم نه هیچی. بی خودی سر من تلافی دیگرون رو در می آوردن. هیچ جا نمیتونستم خونه بگیرم. به جایی رسیده بودم که از جونم سیر شده بودم. وضعیت خیلی بدی داشتم. روی دیوار خونم چیزای بدی می نوشتن. می ریختن تو خونم. روزی 5 تا 10 تا قرص والیوم 10 می خوردم. نذاشتن توی خونم زندگی کنم. هر جا هم می رفتم می ریختن و می گفتن تو اینجا چرا زندگی می کنی؟ رفتم شمال، اومدن دنبالم. 7-8 تا زندگی توی ایران عوض کردم تا اینکه دیدم هیچ چاره ای ندارم. مملکت و زادگاه و خاطرات کودکی و نوجوانی و تمام زندگیم رو گذاشتم و اومدم. واقعیت رو بگم من زندگی نکردم، من مردگی میکردم. من الان هم زنده نیستم، مردم. توی اون 3 سال بعد از انقلاب که توی ایران بودم از خونه بیرون نمیرفتم. هر وقتم میخواستم برم بیرون رو بنده میزدم. من دوست داشتم توی خونم، توی مملکتم بمونم. توی زندگی من هیچ وقت دنبال شف و شادی و خوشبختی و خوشگذرونی نبودم. ما خانواده‌ای بودیم که همیشه توی خانواده زندگی می‌کردیم تا اینکه بالاخره از مرز پاکستان خارج شدم. چی کشیدم؟ چه دردی کشیدم؟ گیریمم کردن، با گیریم اومدم بیرون. با گیریمی که اگه منو می‌دیدید حالتون به هم می‌خورد. به صورت یه پیرزن بدبخت بیچاره با دندون‌های سیاه شده و موی سفید و عینک ته استکانی به چشم. سرنوشت و قسمت بود تا رسیدم به کویت توی پاکستان. بعد رفتیم اسپانیا. مجبور شدم 3 ماه توی اسپانیا بمونم. برادر شوهرم همون آقای مسعود نیا که مهندس بود توی کاستاریکا ملک و املاک داشت و کشاورزی میکرد. از طریق اون تونستم بریم به اون کشور. بعد از مدتی اقامت توی اونجا تونستم گذرنامه کاستاریکایی بگیرم. مدتی به خاطر ناراحتی روی توی بیمارستان خوابیدم و خیلی اذیت شدم تا اینکه دعوت شدم به آمریکا و اومدم اینجا. چون دوست داشتم بخونم کارمو شروع کردم تا لااقل بتونم کمی از ناملایمات درون ایران رو فریاد بزنم و آهنگایی بخونم برای دلم، برای جونم. خیلی ها میگن صدای منو قدیمی ها دوست دارن. درسته، چون دیگه نه آقای تجویدی هست، نه آقای بدیعی و نه پرویز یاحقی. اونا هنرمندانی بودن بدون جانشین. میدونید امیدها از دست رفته. الان 2-3 تا آهنگ قدیمی از تجویدی دارم که هنوز خونده نشده. تجویدی 14-15 تا آهنگ برای من ساخته بود که بعد داد به خانم هایده خوند. اون آهنگ ها همه مال من بود. آهنگ هایی رو که خانم هایده خوند و به زیبایی هم خوند هیچ وقت بازخونی نمی کنم. خود آقای تجویدی هم به من گفت که ازت خواهش می کنم قبل از مردن من این آهنگ ها رو بخون. خانومشون هم در جریانه. البته اگه عمری باشه شاید اونها رو بخونم.
برای پدرم احترام زیادی قائل بودم. اینکه ایشون مخالف خوندن من بودن هیچ تأثیر نگران کننده یا هیچ ترسی توی ناخودآگاه من نذاشته، اما شاید به همین دلیله که دل سوخته تر میخونم. یعنی آهایی که ناخواسته از سینم بیرون میاد زایده همونه، برای اینکه من بیگناه طرد شدم، همونطور که از ایران طرد شدم. بی خودی ایمان در زندگی خیلی مهمه. من اگر هر روز از خدا اسم نبرم نمیتونم زندگی کنم. من دوتا عمل جراحی دشوار از سر گذروندم. یکیش به خاطر همون زجر و ناراحتی‌هایی بود که توی ایران کشیدم. 15 سال پیش توموری توی مغزم بود که اون رو جراحی کردم و به طور معجزه‌آسای خوب شدم. 2 سال پیشم عمل جراحی قلب باز داشتم که 8-9 ساعت زیر عمل بودم. همه حیرت کرده بودن از استقامت من. من تا زمانی که زنده‌ام باید استقامت داشته باشم و خودم به خودم کمک کنم تا بتونم یه بار دیگه ایران رو ببینم. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه میخواید از آخرین ویدیوهای ما باخبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.